خب آقا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برابچه یوتیوب. برابچه یاغی من کجان؟ کجا اینا آقا؟ اومدم با یه آهنگ از یاغی رپ فارس، از اعتبار رپ فارس. این آهنگ درخواست شده، آهنگ پرواز از بهرام. بچه‌ها خیلی وقت پیش گفتن که در واقع ریاکتش رو بریم، خیلی وقتم هستش از بهرام ریاکشن نرفتم و همین چند روز پیشم تولدش بود. ما تولد بهرام با چند روز تأخیر به خودش و هواداراش تبریک میگیم و امیدواریم که موفق باشه و یه تکونی به خودش بده دیگه، یه آلبومی، یه سینگل ترک، یه چیزی. خلاصه ما منتظر هستیم دیگه. در مورد کار واقعیتش اطلاعات خاص آنچنانی من گیر نیاوردم، یعنی توی ساندکلاد از اون جایی که مثلا من کار رو در واقع گیر آوردم نوشته شده بود که این اثر توسط سایمون و نیما کامکار در واقع درست شده و اونجوری که نوشته شده بود ظاهرا اولین کار رپ و راک در واقع زیر زمین هستش. و علاوه بر بهرام ما یه شخصیت دیگه به اسم، حالا آرتیست دیگه، شخصیت چرا، یه آرتیستی به اسم شاروم رو داریم که در واقع توی این کار بخش راک این آهنگ رو در واقع اجرا کردن و مال اینم یادم رفت بگم مال آلبوم نوار قلب هستش که فکر کنم مال نوار قلب بود دیگه، دقیق خاطرم نیست واقعا، فکر کنم آره مال آلبوم نوار قلب بود و فکر کنم ترک پنجم این آلبوم بود. خلاصه ما گفتیم ریاکتش رو بریم ببینیم چه جوریه. قبل از اینکه سراغ ریاکشن دمتون گرم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، حمایت کن، انرژی بدی، کانال دوم لینکش رو پایین توشون جا میسری بزنید، آیکون اسپاتیفای یا سر آیکون اسپاتیفای منم بزنید، لینکش من دیسکریپشن هست، اینستا هم پایین توش میتونید جا ما رو فالو داشته باشید. بریم سراغ ویدیو ریاکشن. برام یه رفیقم داره فکر کنم اسمش اشکان موسویه، اونم توی خط راک و اینجور چیزاست. یه آهنگم ازش ریاکشن رفتم، فکر کنم اسم آهنگ عبور کن بود. یه آهنگ هد زدنیه، یعنی شیطان پرستی نباشه، این صدا چیه در میاری؟ اوایل مثلا آهنگو مثلا میمد واقعا اینجوری بود، مثلا اسم آرتیست گفته میشد، نمیدونم ارنجمنت بای مسعود جهانی فکر کنم، البته موزیکای پاپ هنوزم اینجوری هستن. حالا مثلا این من نشیده بودم مثلا واقعیت، الان که دارم فکر میکنم واقعا نشیده بودم توی کارهای مثلا رپ یا حالا راک، حالا بخوایم بگیم البته خیلی راک گوش نمیدم، شاید استفاده میشه از تو اونا، ولی واسه من خیلی جدید بود که مثلا arrangement by فلان توی آهنگ رپ مثلا گفته بشه. بریم بابا. بهرام هم آره، بهرام هم جامپ زن بود، با خبر نداشتی از این دیگه دیگه دستو پامو گفت کردی با یه گفت لبی دفون بگو لنت به این دنیا توف به این زمون گفت باز کن برو بالاتر بالاتر از ابرا جایی که دیگه نبینی حتی یه آدم تنهای نبینی و خیلی سریع گفت ناموسم همون گفت باز کن برو بالاتر بالاتر از ابرا جایی که دیگه نبینی حتی یه آدم تنهای عالم غم ها توی دل منه تو هم میخوایی مثل من بزنی غیر تنت آخه چرا چسبیدی به دنیا اینه کنه میبرم دنیا رو از اینجا زیر سؤال نمیشه هرگز نور خورشید از زیر قبار خدا کجایی مگه خوابی نمیبینی چی کن پنچی نمیشه نور خورشید هرگز اسیر قبار دست خورد زیر سؤال نمیشه هرگز نور خورشید اسیر قبار خدا کجایی مگه خوابی نمیبینی چی کار میکنن رو این زمین خاک حرفم شلیک میشه تا که کورش دشمن اینجا اسمش دنیا سا که کورس کار دلنوشته خدا کجایی
یه آهنگی توی همین مضمون شنیده بودم، نمیدونم از شاهین بود از یه رپر دیگه ای، دقیق خاطرم نیست. یه بار دیگه. نمیشه هرگز نور خورشید از زیر قبام، خدا کجایی مگه خوابی نمیبینی چی کار میکنن رو این زمین خاک، حرفم شلیک میشه تا که کورش دشمن، اینجا اسمش دنیا سا که کورس قدرت، واسه بالا رفتن باز دبلی تو له کنی، وجن انقدر واسه میخوری تا که دق کنی، فکر کن رو حرفم که همه شقی. بازی جمله رو واسه بالا رفتن باید اون زیری تو له بکنی بری بالا. سورنا توی خدای نمیدونم یکی از آهنگاش بود، حالا این نبود مثلا سورنا دقیقا برعکس این چیزی که مثلا بهرام گفت و گفته بود که من قصه من، فکر کنم اسم آهنگش هم قصه من بود، قصه من بالا رفتن بود اما فشاری رو زیریم نبود. خیلی جالب بود، یه لحظه یاد اون آهنگم افتادم. یه بار دیگه. دبلی تو له کنی وگن انقدر واسه میخوری تا که دق کنی، فکر کن رو حرفم که همه شقیقت، تو به جنبی گوله مرگ روی شقیقت، میبینم بچه ای که نداره کفش به پاش. یعنی مثلا اون گذر زمان رو میگه، تو چشتو ببندی وا کنی دیگه، اسرائیل اومده واسه در خونه میگه بیا بریم دیگه، وال بود تو به جنبی گوله مرگ روی شقیقت، میبینم بچه ای که نداره کفش به پاش، سبا میشه روی قماشم خنده هاش، فقط تو بنده باش، میخوای پرواز کنی حفا واسه دلت بال پرواز، عمر تلف میشه اگه باشی پی همراز، همراز زیاده خب ولی نیست دواش، برو بالاتر دنبال خد. یه لحظه وایسا، اصلا گوش نمی، یاقی که یاقی، یعنی هی دارم میزنم اصلا پاز نمیشه. بعد اسم آهنگ پروازه، اینو میخواستم بگم. حالا یه آهنگ جدیدم از داریوش اومد، پر پرواز، اصلا اسم پروازه که گفت، یه لحظه یاد اون آهنگم افتادم. یه دیگه. اگه باشی پیه همراز، همراز زیاده خب ولی نیست دواش، برو بالاتر دنبال خط ایز نباش، منو ببر به اینجا ندارم تعلق، اینجا همه مردن ندارن تولد، واسه دیدن عشق میخوای چشم ب... همه مردن ندارن تولد، اشما مردی متحرکی میگم ما این دیگه دارم تعلق، اینجا همه مردن ندارن تولد، واسه دیدن عشق میخوای چشم بصیرت، هر کسی رو دیدی بگو بهش به نصیحت، روحمو بگیر قبل اینکه حیرون بشم، خدا کمک منو عزیز زندون ببر بر فراز ابرا. میتونه کلا همین دنیا رو بگه، حالا مثلا اینجایی که اومد گفت خدا منو از این زندون ببر، این دنیا رو تشبیه به یه زندون میکنه که ما توش اسیریم، توش هیچ در واقع بخوایم بگیم دلخوشی شادی اونجا چیزایی نیست. حالا کلا دنیا خودش یه کشکلیه، بعد حالا بخوای بیای تو ایران هم که دیگه خودتون میدونید دیگه. بریم آقا. در خواب و رویا چشمان گشایم، میبینم ارواح از فرط ظلمت، از فقر دنیا شکوه کنم من، در خواب و رویا نفرین بر چشم، هیهات بر ما از ما که گذشته، نفرین بر خواب، نفرین بر دار، از ما که گذشته، نفرین بر خواب، چرا سلطان؟ نفرین بر خواب، نفرین بر دار، نفرین بر ما. نمیدونم شاید منظورش خواب غفلت رو داره میگه، نمیدونم. از ما که گذشته، نفرین بر خواب، خستم از ارتفاع پرواز، میخوام بشینم روشونت تا آروم بگیرم در خاک، خستم از ارتفاع پرواز. من فکر میکنم کلن مرگو داره میگه، یعنی مثلا دوست داره، در واقع علاقش به مرگ رو داره بیان میکنه، دوست داره که تموم بشه این دنیا. خستم از ارتفاع پرواز، میخوام بشینم روشونت تا آروم بگیرن دردان. گیتار الکتریکی که داره میزنه، حالا من نمیدونم واقعا کار کیه، من یاد کارهای مودی موسوی میندازه، توی آلبوم زوزنقه واقعا گل کاشته بود. یاد گه خیلی خوبه گیتار الکتریک.
همش اجرای زنده بود، یعنی با ساز زنده مطمئنا اینا رو زدن. اینجاش خیلی سرم میشه یار دیگه. میبینم از زیبالا تو جفت چشا واسه کشتن نفس اسلحه تو دست پرخشا. خیلی یا تو دام دنیا آروم گرفتن ولی بازم اش میریزه وقت بارون گرفتن. آره دو تا جام پشت سر هم زد. این از این تکنیکی بوده اصلا خیلی عوض شده. علوم گذار رو برو گوش بده، اصلا چون چیزی رو نمیبینی. یه بار دیگه. یا تو دام دنیا آروم گرفتن ولی بازم اش میریزه وقت بارون گرفتن از چشات. اون وقت میفهمی بویی نبردی از نشات. حقیقت واضحه ولی بازم بزا بگم، جوون خامن و وقتی روی فازم نظاره کرد. خنده سطحی من ناشی از غم درون بود، اشکای شبونه ناشی از لطف کم زمون بود. تحمیل خنده من ناشی از غم درون بود. پشم جونلی ناشی از غم درون بود، اشکای شبونه ناشی از لطف کم زمون بود. تحمیل شدن پاهای من به یه راه، پوشیدن شلوار گشاد واسه حمل سلاح. با این همه آب آخه چرا چرک زمین؟ عمر من و تو به اندازه یه پلک همین. میمونم میرونم میبینم که حقه، میدونم میخونم می... بایدی جمع الان دوزاریم افتاد، الان دارم فکر میکنم اینم چی گفت. میگه با این همه آب چرا چرک زمین؟ نموسن چرا؟ چه وضعشه؟ خیلی نورت کننده است. یه بار دیگه. شلوار گشاد واسه حمل سلاح. با این همه آب آخه چرا چرک زمین؟ عمر من و تو به اندازه یه پلک همین. میمونم میرونم میبینم که حقه، میدونم میخونم میمیرم به وقت. فقط تو شر و گناه ما داریم سابقه، آسمون گریه کن به یاد سائقه. تو که من قطرشم و به چکم آسمون گریه کن به یاد سائقه. من ریدم جمله رو نگاه کن. آسمون مثلا سائقه عشقشه، به یاد سائقه گریه کن. با خب اصلا وقتی بارون باره سائقه هم میزنه. خب میبا کجای دلم بذارم این جمله رو؟ خیلی خفم بود. یه بار دیگه. میبینم میبینم که حقه، میدونم میخونم میمیرم به وقت. فقط شر و گناه ما داریم سابقه، آسمون گریه کن به یاد سائقه. تو که من قطرشم و به چکم پایین، دنیا رو زیر سوال بکشم با این قلمی که توی صفحه دستم میرخ. عرش خدا هم از تنه یه حرفم میلرد. اصلا اولش اومده بود که همه چی به سوال بکشه، یعنی مثلا توی علوم اشتباه خوبش تو گوش میدادی اصلا ذهنت اصلا میگه مثلا چجوری میگم بلا تکلیفی و قشنگ مثلا تو وجودت حس میکردی وقتی اون کارو گوش میدادی. خیلی اصلا قلمش ایدئولوژیش خیلی عجیب غریبه، یعنی اصلا اون اولش اومده کلا همه چیو چیز کنه بره. یعنی بریم بابا. تو که من قطرشم و به چکم پایین، دنیا رو زیر سوال بکشم با این قلمی که توی صفحه دستم میرخ. عرش خدا هم از تنه یه حرفم میلرد. توی مخ تو هم عرش خدا فیشم دیگه داره میزنه تو کار خدا. این دیگه کلا طرف حسابش ما رو ول کرده دیگه، با اون بالای کار داره. توی صفحه دستم میرخ. عرش خدا هم از تنه یه حرفم میلرد. توی مخ تو هم یه اثر متبرک، ولی خودم شدم یه جسد یک آشیونه، یک درخت تنها، یک بال شکسته از سقوط آزاد. بی عشق ببودن مایوس از دنیا، قلبای شکسته در غروب دنیا. نفرین بر عشق، نفرین بر یار، بی نام و نشونه پرواز در خواب. سیاد کشتن تنهای تنها، بی نام و نشونه پرواز در خواب. هستم از ارتفاع پرواز، میخوام بشینم روشونت تا آروم بگیرم در خواب. اونجایی که میگه میخوام بشینم روشونت، اصلا یه لحظه اولین بار یه لحظه حس کردم میخوام بشینم روش. ذهن من خیلی منحرفه، من اصلا جنبه ندارم. بابا احمد کس خودم من چیه نام؟ چرا آخه؟ بریم آقا. میخوام بشینم روشونت تا این خیلی بد میگه، این از نحوه گفتن خیلی بده. میخوام بشینم روشونت. خب یزید اینو خشن میگه روشونت، اینجوری بگو جودا. من فکر کنم که میخوام بشینم روش. از من چه انتظاری داری؟ میخوام بشینم روشونت تا آروم بگیرم در خواب.
ریاکشن به آهنگ پرواز از بهرام و شاروم. حتما نظرتون کامنت ها واسم بنویسید. دمتون گرم تو اینجای ویدیو با ما بودید. ان شاء الله که از ویدیو هم خوشتون اومده باشه. اگه تازه با کانال شد لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم. عشقین 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 عشق. تا یه ویدیو ریاکشن قسمت دیگه. خداحافظ.